در این حال پاکستان برای انتخابات عمومی آمادگی میگیرد. در عوض مبارزه با خشونت تندروان، توجه بهتر بر احیای اقتصاد شکنند را مختل ساخته. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد گزارش میدهد که با توجه به سابقه اقتصادی شماری از مردم پاکستان امیدواری برای تغییر وضع اقتصادی در همین روند ندارند. ظفر سعید اداره کننده یک مرکز تعلیمات حرفوی در یک منطقه اسلام آباد می باشد که سطح اقتصاد مردم در آن پایین است. بیشتر از یک دهه است که این مرکز به هزاران نفر در حالی که اقتصاد کشور به صورت فزاینده مشکل دارد تعلیم داده است. حال این مرکز تعلیمی با قطع برق و تورم اقتصادی مواجه است و سعید حکومت را مسئول این وضعیت می داند. مؤسسه ما به خصوص در طول 5 سال گذشته دچار خسارات مالی عمده شده است، زیرا به دلیل قطع برق تورانی انجام فعالیت‌های ما امکان پذیر نیست. دلیل عمده دیگر تورم پولی است، زیرا که مردم دیگر قادر به پرداخت فیس مکتب نمی باشد تا مهارت‌های لازم در آن را کسب کنند. اکثریت مردم دیدگاه مشترک با سعید دارند. مظاهرات خیابانی علیه قطع برق در پاکستان حال عادی شده است، زیرا حال برق حتی در طول تمام روز قطع می باشد. اشفاق حسن خان استاد در فاکولته تجارتی نست می گوید ما با آزمون‌های اقتصادی مواجه هستیم و دلیل آن است که 5 سال می شود حکومت به اقتصاد کشور توجه نکرده است. آقای خان می گوید بخشی از این مشکل عدم آرزومندی سیاستمداران برای درست کردن سیستم ملی مالیات می باشد. کمتر از 1% از نفوس 180 میلیون نفری پاکستان از عایدات خود مالیه می پردازند. در حدود 70% از قانونگذاران فدرال سال قبل فرمه‌های مالیاتی خود را تسلیم نکردند. اکثریت این افراد شاید باز هم در انتخابات بعدی در پارلمان باقی بمانند. اشفاق حسن خان می گوید این وضعیت درخواست مساعدت از کشورهای عمده کمک کننده به پاکستان را دشوار ساخته است. شکایت واقعی از جانب جامعه بین المللی وجود دارد، زیرا مالیه دهندگان آن کشورها پرسش هایی را مطرح ساختند که چرا باید دول آنان به دادن پول مالیهشان به پاکستان ادامه دهد، در حالی که دولت پاکستان بر افراد ثروتمند و با نفوذ خود مالیات را وضع نمی کند. با وجود حملات تندروان در پاکستان، این کشور هر روز در سرخط اخبار جهان قرار می گیرد. اما نظرخواهی های اخیر در پاکستان نشان می دهد که اکثر جوانان در مورد بیکاری، تورم اقتصادی، قطع برق و فساد اداری نگرانند. ملیحه لودی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده می گوید این نظرخواهی ها همچنان نشان می دهد که پاکستانی ها که زیر سن 25 سال قرار دارند و 60% نفوس آن کشور را تشکیل می دهند، دیدگاه بدبینانه برای آینده دارند. به همین دلیل پیام به حکومت آینده پاکستان بسیار قوی است، یعنی یا به مسائل اقتصادی کشور توجه شود، در غیر آن جوانان از سیستم چشم خواهند پوشید و زمانی که این طبقه از سیستم انتخاب کردن روگردان شوند، اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست خواهند داد. در آن صورت چشمانداز آینده برای هر کشور بسیار تاریک و دلگیر خواهد شد. احزاب محبوب سیاسی برای جلب حمایت رای دهندگان جوان که 40% رای دهندگان را تشکیل می دهند تعهد نمودند تا بیکاری را کاهش داده و فساد را ریشه‌کن نمایند. اما نظرخواهی ها نماینگر طرفداری بسیار اندک از سیاستمداران است و رای دهندگان چون ظفر سعید شک دارند که حکومت آینده متفاوت تر از حکومت گذشته باشد. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.